مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیشترین برنامه هاش در مسیر تقریب در بین علمای اهل سنت و شیعه بوده، یعنی بیشترین فعالیت های ما در حوزه های علمیه و مدارس علمیه اهل سنت و حضور این دو قشر در کنار یکدیگر بوده. دلیلش برگزاری کنفرانس هایی که به عنوان کنفرانس های فجر انقلاب اسلامی در زاهدان برگزار شده، در طول سال مناسبت هایی که بوده در استان های مختلف هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی، نشست هایی که بوده نشست علمای فریقین بوده. البته ما معتقدیم به این نباید بسنده کرد. ما نه فقط در میان دانشگاهیان و حوزویان، بلکه تقریب باید در میان قاطبه ملت و در میان همه اقشار حضور پیدا کنه. اگرچه مردم از نظر عملی شاید جلوتر از ما هستن، به خاطر اینکه ما وقتی در مناطق اهل سنت حضور پیدا می کنیم، مشاهده می کنیم که اهل سنت و شیعیان ازدواج با هم دارن، تجارت با هم دارن، رفت و آمد با هم دارن، با هم مشکلی در این جهات ندارن. اگر احتمال مشکل هست، تصورشون این است که باید از نظر فکری و از نظر مذهبی به همدیگه نزدیک تر بشن.